برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رسانه های افغانستان از وقوع یک انفجار در تجمع خبرنگاران در مرکزی به نام تبیان در شهر مزار شریف خبر دادند. هنوز جزئیات دقیقی درباره نوع انفجار و تلفات و خسارات ناشی از این رویدار در دست نیست، اما اطلاعات اولیه حاکی است که دست کم 2 نفر شهید و 18 نفر زخمی شدند. مرکز تبیان از نهادهای فعال دینی و فرهنگی متعلق به شیعیان افغانستان است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله در جدیدترین اقدام نیکوکارانه و بشردوستانه خود مقداری گوشت نذری میان خانواده‌های نیازمند و ایتام در شهر مقدس کربلا و بغداد توزیع کرد. گفته می شود در این اقدام که به مناسبت سالروز با سعادت ولادت حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و سلامتی آن حضرت انجام شد، ده‌ها خانواده از گوشت نذری قربانی شده بهره مند شدند. در این طرح چندین گوسفند و شتر ذبح گردید. شیخ حسن عیسی نماینده پارلمان بحرین که در زندان‌های بحرین به سر می‌برد، به دلایل مربوط به آزادی و سلامتی خود و جلب توجه شرکت کنندگان در اجلاس اتحادیه بین مجلس جهانی نسبت به اوضاع بحرین از اعتصاب قضایی خود خبر داد. این اقدام او همزمان با برگزاری اجلاس اتحادیه بین مجالس صورت گرفته که قرار است 146مین جلسه آن در روزهای 11 تا 15 مارس در بحرین برگزار شود و انتظار می رود 2000 نماینده پارلمان و ناظر بین المللی از 179 کشور در آن شرکت کنند. شیخ حسن عیسی نزدیک به 9 سال است که در زندانهای آل خلیفه به سر می برد. مساجد بریتانیا و مرکز پروژه های ضد پلاستیک یک پروژه آزمایشی را برای حذف ظروف پلاستیکی در ماه رمضان سال 2023 به منظور ترویج فرهنگ حمایت از محیط زیست بر اساس آموزه های اسلامی راه اندازی کردند. تخمین زده می شود که 500 مسجد در بریتانیا وجود دارد و هر یک می توانند از 3000 بطری آب و 2000 بشقاب پلاستیکی و کارد و چنگال در ماه رمضان استفاده کنند. وزارت کشور سعودی با صدور بیانیه مدعی شد که حکم اعدام 2 شهروند این کشور به جرم عضویت در یک گروهک تروریستی و تعرض به نیروها و مواضع امنیتی در منطقه مکه اجرا شده است. بر اساس این بیانیه، این 2 شهروند سعودی علی بن عمر بن موسی الاحمری و ابراهیم بن علی بن مرعا حروبی نام داشتند. به وزارت کشور سعودی سند یا مدارک محکم و قانع کننده درباره ادعاهای خود منتشر نکرده و تنها به مطرح کردن این اتهام بسنده کرده است. سازمان ملل متحد از حمله تروریستی سنی‌های تندروی بوکو حرام به منطقه‌ای در شمال شرق نیجریه خبر دادند. گفته می شود بر اثر این حمله که به گفته سانی کامیلو در نزدیکی روستای دیکوا در مرز نیجریه با کشور چاد رخ داد، دست کم 30 شهروند غیر نظامی کشته شدند. پس از وقوع این حمله بلافاصله نیروهای پلیس نیجریه به محل اعزام شده و با تروریست ها درگیر شده و آنها را مجبور به فرار کردند. منابع محلی و رسانه‌ای از نجف اشرف خبر دادند که نمایندگانی از واتیکان که به این شهر سفر کردند، در حرم مطهر مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مشرف شدند. گفته می شود در این حضور که 5 شنبه 18 اسفند 1401 صورت گرفت، این هیئت که به ریاست رئیس مجلس دولت واتیکان و مسئول گفتگوی میان ادیان کاردینال میگل انجیلو بود، با برخی مقام های آستان مقدس علوی دیدار و گفتگو کردند. آنها همچنین با آیت الله العظما سیستانی در بیت ایشان دیدار و گفتگو کردند.